عطا حسینی ها روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما هستند. کارشناسان در روزهای گذشته آقای حسینی ها مدام تاکید کردند که سوء مدیریت، نبود زیرساخت‌های مناسب و احتمالاً استفاده و استخراج بیت کوین میتونه از دلایل این باشه که در واقع با کمبود برق کشور مواجه شده، اما همچنان وزارت نیرو مسئولیت قطعی برق خانگی رو به گردن مردم میندازه. دور به شما، وقتتون هم بخیر. خب این که طبیعیه، یه جمهوری اسلامی و همون اندازه این گزاره درسته که آقایون میگن که ما هر ساله به تعداد کشته های جنگ تحمیلی، جنگ ایران و عراق در جاده ها مردممون کشته میشن و این به دلیل بدرانندگی کردن مردم ایرانه، به دلیل کیفیت پایین عرابه هایی که آقایون تولید میکنن به نام خود رو نیست. اما کاش وزیر نورو یه چند تا سوال رو در این رابطه توضیح میداد واسه مردم. اینکه چرا در فروردین ماه که با بخش خصوصی جلسه داشتن برای اطلاع دادن واسه برنامه کاهش بار انرژی و برق و قطعی برق برنامه‌ریزی کنن با بخش خصوصی، پیشنهاد بخش خصوصی رو قبول نکردن که 4 روز در ماه به طور کلی کارخونه‌ها برق نداشته باشن، شما تعطیل کنید به ما بگین این 4 روزو و این خیلی بیشتر به نفع ماست تا اینکه شما در روز چند سال برق ما رو قطع کنین. اینکه چرا قبول نکرده دولت به 2 دلیله. یک، آقایون بعد 40 سال توانایی ذخیره سازی برق رو ندارن و ما این تکنولوژی ذخیره کردن برق رو نداریم. باتری خاصی نیاز داره، مثل باتری که تو نیروگاه بادی و خورشیدی هست تا برق رو ذخیره کنن، خب اونو ندارن. و اینکه از اون بر ما گاز که تأمین کننده اصلی انرژی نیروگاه های ماست، اون رو نمیتونیم ذخیره کنیم به مقدار نیاز. و کاش این سوال هم جواب میدادن که چرا در هر سال که ما 5% افزایش مصرف داریم و سالی 4500 مگاوات در اساس اسناد بالادستی آقایون باید تولید رو افزایش میدادن، تولید و برق رو، چرا این کار رو انجام ندادن؟ و از سال 1396 تا 1403، از 96 تا 1400 ما 11% قطعی برق صنایعی داشتیم، از 1400 تا 1403 به 38% رسیده. اینو اگر توضیح بدن به مردم، شاید مردم راحت‌تر بقیه استدلالاشون هم قبول کنن. به تأثیری که میتونه روی صنایع مختلف از جمله دارو داشته باشه هم بپردازیم آقای حسینیان. حالا نه تنها دارو، مخصوصا بخش خودروسازی رو هم اشاره کردن برخی از مطبوعات. پیامدهای این قطعی برق چیه بر این صنایع؟ این وضعیت صنایع ما خیلی اسفناکه در رابطه با برق. این صنایعی که برقشون قطع میشه تقریبا صنایع مادرن، یعنی در هرم صنایع، در اون سطح هرم قرار دارن و تولیدات این صنایع بزرگ مواد اولیه صنایع کوچک و زیر مجموعه صنایع دیگه میشه. مثلا آماری که خود آقایون دادن، تقریبا 5% ما کاهش تولید و فروش صنایع رو داشتیم. صنایع خودروساز 8% کاهش تولید داشتن، 5% کاهش فروش در سال گذشته. صنایع فلزی ما 12% کاهش تولید داشتن، 8% کاهش فروش داشتن. در صنایع دارو اتفاق افتاده، در قطعه سازان، خودروسازان دوباره این اتفاق افتاده. معادن ما بسیار زیر فشارن و همه اینا عملا در راندمان بورس، شرکت‌های بورسی که بخش زیادی اینا در بورس کشور هستن و درآمدزاییشون در بورس قشنگ مشخص میشه و سود سهامداران از بابت درآمد اینا مشخص میشه، کامل هر ساله به صورت نمادین در تابلوهای بورسی مشخصه و به راحتی میشه سنجید که چه ضربات هنگفتی به تمام بخش‌های بزرگ صنایع کشور وارد شد. خیلی متشکرم از شما عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما بودید.